بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله، مامان جان. ای داد بیداد، خدای ما رو ببخش و بیامرز. شادی روی تازه گذشته صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قربونت برم مامان جان، اینجا بمون، من سری میام. باشه عزیزم. چه بدونم والا. سلام. سلام. تو بی حیا اینجا چه غلطی میکنی؟ آسیه داشت بیا اینجا. آسیه داشت. خواه چه غلطی اینجا؟ گم شما رو بیرون. مهمونه آسیه. بلم کن. آسیه خواهرم آروم باش. این چه کاریه؟ این چه کاریه؟ آسیه اون مهمون توه، اومده به تو تسلیت بگه. بس مامان جان، بعد آخه مهمانتونه گناه داره. همش تقصیر اینه. اگه تو نبودی تو زندگی من تیمور الان زنده بود. باعثش تو بودی که من گذاشتم رفتم. شما ها هیچی نمیدونین. ببخشید من نباید میومدم. صبر کنی خانم لطفا. اگه الان نگیم بین شما و پدرم چی گذشته، مادر من تا ابد فکر میکنه شوهرش قبل مرگش بهش خیانت کرده و ازش دلچرکی میمونه. من مطمئنم پدرم اهل اینجور کارا نبوده. لطفا بمونیم برامون تعریف کنیم بین شما و پدرم چی گذشته. همسرم قبل از مرگش از آقای شریفی یه مقدار پول نزول کرده بود. خانم این دروغا چیه داری میگی؟ خجالتم خوب چیزیه ها. وقتی شما کم آوردین پای بابای منو کشیدین وسط، میخواین بابای منو خراب کنین؟ شیبا جان، خاله جان، بذارین تعریف کنه. آخه ببین چی میگه. بعد از مرگ همسرم آقای شریفی همش به من فشار می آورد، منو تهدید میکرد، میگفتش که بدهی شوهرتو بده. بفرما. دیدین گفتم؟ بس خانم، بس، خجالتم خوب چیزیه. بفرمایید بیرون. از همون راهی که اومدی برو بیرون. حالا این شروع کرد. شیبا جان بس کن. منم این موضوع رو با آقا تیمور در میون گذاشتم. برای من یه صندوق خیریه یه وام گرفتیم و منم بدهی آقای شریفی رو پرداخت کردم. خب این مزخرفات چیه داری میگی؟ بس دیگه. من فقط برای تسلیت اومده بودم. ببخشید مزاحمتون شدم. خدا رحمتش کنه. بفرمایید. تسلیتتون گفتید. مامان کجایی؟ مامان من تو را میخوام. مامان Thank you.
یه فیش ویزیت میخوام. به نامه؟ هستی باقری. صندوق برداخت کنید. خانم بله. سریع زنگ بزنید پلیس بگید یه آقای حدوداً 35 سالی که تحت تعقیبشونه است اینجا، سریع بیان. اون پرونده هلما سرمد هم بهم بده. بفرمایید. الو سرده؟ سلام خانم، من از بیمارستان تماس میگیرم. بله بفرمایید. دخترتون اینجاست. خدا شکر. بله محل را میفتم. خدا از برادر کمتون نکنه. ممنون خبر دادین. خواهش بکنم. ممنونم. نمیدونم ولی بلش کن بیا بریم. ما رو تو غم خودتون شریک بدونیم. ایشالا غم آخرتون باشه. چقدر گفتم که با آبروی مؤمن خدا بازی نکنید. قطعا همه شما از خوابی که حاج صادق و حاج کریم دیدن با خبرید و حتما از مرگ تیمور هم با خبر شدید. اما من حالا میخوام موضوعی رو برای شما بگم که هیچ کدومتون نمیدونید. آی تماباد، شما فکر میکنی پول جهیزه دختر تو کی جفت جور کرد؟ آقای حسن آقا، شما فکر میکنی یه سند خونه که میخواستی از بانک وام بگیری کی برات گذاشت؟ یا پسر مشی آقا وقتی دو بیمارستان بود پول عملشو کی داد؟ پول 10 شب خرج این هیئتو کی تو این سالها میداد؟ تیمور آقا میداد. پس آقای شریفی چی؟ آقا شریفی پول قند چایشو میداد، آقا جسرون هم پول ظرف یه بار مصرفشو. یه عمر ازش خواهش کردم، گفتم بذار به مردم بگم که تو چی کار کردی، بذار بگم که این کار را تو کردی. گفت نه،
نه حاجی، نمیخوام. نمیخوام مردم بدونن که این کارا کار کیه. تا وقتی که من مردم اون موقع بگو. حالا این دل من آروم شد. حالا سینه من آروم گرفت. شما نادانسته اونو قضاوت کردین. قصاصش کردین. اون از خانه خودش از هیئت امام حسین بیرون انداختینش. خدا عاقبت همه ما رو بخیر کنه که چه اشتباهاتی کردیم. جانم حاجی، اونا اونجا چی کار میکنن؟ باشه باشه، خودمو میرسونم. چیه؟ انتظار دیدنمو نداشتی؟ یه پایین. اینجا چی کار میکنن؟ یه عمر ما میتره همچین لحظه ای بودم. پسر حبیب سرمان، از اون بابای همچین پسری وحیده. حرف دهنتو بفهم، اسم بابامو به زبونت نیار. تو باعث مرگ پدر من شدی. چرا فکر میکنی من باعث مرگ شدم؟ وقتی پولا رو دزدیدی بابای من دق کرد. از کجا میدونی من پولا رو دزدیدم؟ برای که بعدش تو نمایشگاه زدی. بعد بابای بدبخت من. بابای تو نتونست خودشو جمع جور بکنه. به من چه ربطی داره؟ فشو. اسم بابای منو به زبانت نیار. دیدی؟ حقیقت تلخه. حالا اومدی اینجا چیکار؟ گفت صندوق و مغازه رو که خالی کردی. آی فرزاد، اینجا چیکار؟ حالا چیه؟ میخوای جیبم رو خالی کنی؟ گفت صندوق و مغازه تو من نزدم. پسر عزیزتر از جونت زد. دروغ میگی؟ نه، یکی یک دونه. تک پسر خاندان شریفی مغازه باباشو میزن و میره. چیه؟ حقیقت تلخ نه؟ خودت گفتی. دنبالش کردم، تو کوچه تاریکیرش آوردم، زدمش. به دست و پام افتاده بود، این سگ التماس میکرد. تمام هیکلشو خون گرفته بود. دو روز تو این دنیا فقط فهمیدم زندگی یعنی چی. حال کردم. یکی روزی که پسرتو زدم، یکی هم روزی که دختر معتادت. چیه؟ فکر نمیکردی بدونم دخترت معتاده؟ نه، دنیا عوض داره. این بابت من فرشاد، این حساب بابام بود. بعد من یه حساب شخصی با تو دارم. الان واسه اون اومدم اینجا. چی میخوای؟ شریفی صدوده؟ خدای به حق همین روز عزیز بچه هم به خودم بسپارم. خدای کمک میکنم به بچه هم. کمک کن خدا.
جان مامان، مامان قربون صدات بره که بالاخره به هوش اومدی. مامان میشه دیگه من رو تنها نذاری؟ باشه عزیزم، دیگه تنهات نمیذارم. قول میدی؟ قول میدم قربونت برم. بعد از این من چه کنم؟ گریه نکن پسرم. حاج خانم شما باید دلداری به اینا بدی، اینقدر گریه میکنه خواهی این بچه ها دیق میکنن که چجوری دلداری بدن؟ بچه های در به در شو چی کار کنم؟ زن جوونه شو چی کار کنم؟ ملایی بمیرم برای خدا بزرگ شما که الحمدلله خدا باوری که خدا بزرگ خدا با ما چی کار میکنه روزگار بر خاتم انبیا محمد صلوات خدا به تو سر بیا خالی برو مال بیا خالی دخترم ناراحتی قلبی گرفت، مجبور شدیم بیمارستان بسترش کنیم. اون موقع دکترها گفتن که 25 میلیون خرج عملش. پولم کجا بود؟ به هر دری زدن پول جور نشد. بعد چند روز از بیمارستان زنگ زدن گفتن پول عمل واریز شده به حساب بیمارستان. دارم عمل کردم. بعد از یکی شنیدم که تیمور توی زورخونه واسه عمل یه دختر 5 ساله گلریزون کرده. خیلی شرمنده شدم. رفتم سراغش. به دست و پاش افتادم. گفتم خیلی مردی، حلالم کن. کی فکرشو میکرد آقا جون بابای واقعی من نباشه؟ مثل یک کو پشتم بود، از بچه های واقعیش هم خودش منو بیشتر بستش. یه مرد که فقط میتونستم دستشو ماچ کنم آقا جونم بود، پشت و پناه هم بود، همه جا با هم بود، امانتدار بود. بعد 30 سال هر چی که داشت رو زد بازم به نام خدا. منم وقتی چشامو وا کردم تو گداخونه بودم، اونجا بهمون کیف قاپی و گدایی یاد میدادن، بعد میفرستادنمون تو خیابونا تا واسه شون پول در بیارم. منم نه ارزه کیف قاپی داشتم نه گدایی. یه روزی از روزا اوستا به پستم خورد، خواستم جیبشو بزنم، مچمو گرفت. ترسیده بودم، از ترس به همه گناهی کرده و نکردم اعتراف کردم. دوستان از صاحبی که داخونه خرید آدمم کرد. الهی نور به قبرت بباره. داداش محمد، بعد رفتن اوستا فقط شما ها یتیم نشدیم، منم یتیم شدم. بابا جون روی چا دلم تنگ میشه. خدا رحمتت کنه تیمور، خدا رحمتت کنه.
دیدی آقا جون؟ دیدی چه خاکی تو سرم شد؟ توکلت به خدا باشه دخترم. نمیتونم مامان، نمیتونم از که این بلا با آتیش افتاد تو زندگی. مادر، اینقدر به دلت بد را نده، حتما یه حکمتی بوده. امید تو از دست نده، از آقا امام حسین بخواه هر گره ای رو برات باز میکنه. آقا امام حسین، من که همه امیدم به آقا امام حسینم، خانومم زینبه. خدایا خدای خودت کمکم کن. حسین خونانی، خدایا خدای کامرانم از خودت میخوام. میگن خدا من دعای پدر مادرها رو زودتر اجابت میکنه. آقا جون برام دعا کنید. خب جون برام دعا کنید. یا ابا عبدالله حسین ابا
سگ قشنگ من قرمز پوشیده. این که قرمز نپوشیده، صورتی پوشیده. مامان بگم خیلی طلب خیلی. نه نگو منو بخوره، من ترسیدم. مامانی عرضت بازی دیگه بسته، کتاب بخونی. دوست داریم کتابو؟ آره. به نام خدا. دست در نکنه. خواهش میکنم. چند مثل همیشه صفر صفر. ولی تو زندگی شما همیشه ده بودیم و یک بودیم. کامران جان اگر من ده بودم به این دلیل بوده که شما همیشه کنارم بودیم. اختیار داره حرفا کنم. خیلی ممنون نوشه جان. این خوب شده؟ عالیه. آمین. میگن عمر برف است و آفتاب تموم است. چرا زودتر از اینا ما قدرشو ندونستی؟ مامان جان. جانم. رفتی پیش فرزاد، حالش چطور بود؟ طرفی نزد؟ خوب بود ولی خیلی ناراحت بود. پشیمون شده بود. میگفت که قراره همه چی رو جبران کنه، برگرده، بره دنبال کار، خونه بگیره واسم. قراره همه چیز رو جبران کنه دیگه. انشالله که اینطوری باشه. انشالله. انشالله که خوب شده. انشالله. الهی آمین. عادل اینا ببین. این خیلی خوبه. میخواه حالا بذاریم بر سری بعدی. نه خوب برش دار. بردار. بهم بر باش. به 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 به. این جل سقیده چطوره؟ خوب نیست؟ بیا شوخی کرد. تو رو خدا آرومم عزیزم. بیا هی میگی ماشین بردار براش، این عروسک با این قشنگی. اینم خوبه ولی بچم... ماشین هم خوب بود، پس فقط رانندگی یاد میگیره بچه‌مون. از عطرگوش معلومه که خیلی خوشمزه است. بابا لطفا مثلا برنج میکشی. چشم. برنجم برش ما بکشم. میگم راستی از کار چه خبر؟ خوبه، خدا رو شکر. خدا رو شکر. آقا محمد، خدا خیرش بده. 10 روز زودتر حقوقای این ماهمون رو بهمون داد. خدا خیرش بده. ما به این خانواده خیلی مدیونیم. آره، خیلی. مامان جان چرا نمیخوری عزیزم؟ قربونت بشم غذاتو. قربونه اون شکلت بشه. وای خدا نکنه عزیزم، شلو دخترتو هم به دنیا میاد. من هم میشم زنجایی. پسر من هم یه همبازی پیدا میکنه. بده من این تاج سرم، بده بقل مامون بزرگ. بیا تیمورم، بیا اصلم، بیا قشنگم. وای ببینش امه هاش، نگاش کنی. یعنی ما الان امه شدیم؟ بله. چند دیگه هم خاله میشیم؟ بله. تو خاله خوشگل داره دختر من. عزیزم فقط باید حواسمون جمع جمع باشه. بیا ماما اینو بگی، اینو بگی، پسرمو بگی. حواسمون باید جمع جمع باشه که با رفتار درستمون یاد و نام پدر شماها و پدر بزرگ این بچه رو تا ابد زنده نگه داریم.